دوست و دشمن به این واقعیت گواهی میدن که یکی از برجسته ترین ویژگی های قیام سراسری مردم ایران، برخورداری از ارتباطات و ارسال سریع و به موقع فیلم های تظاهرات از طریق شبکه های اجتماعی بود. حالا ما قصد داریم در این ویدیو چند تجربه ارزشمند رو با شما در میون بذاریم که محصول جمع‌آوری تجارب شماست. امیدوارم براتون مفید باشه. اولین تجربه اینه که موقع فیلم برداری از تجمعات حتما یک محافظ داشته باشید. شما وقتی مشغول فیلم برداری میشید، خواه نخواه ذهنتون روی ثبت تصاویر متمرکزه. بنابراین نیاز دارید که یک نفر حواسش به شما باشه و در صورت بروز هر خطری شما رو هوشیار کنه. با گذشت روزهای متوالی از قیام، یکی از مشکلاتی که همه باهاش مواجه بوده و هستیم، تعداد زیاد فیلم‌ها و تدقیق صحت اونهاست. از اونجایی که بعضی از فیلم‌ها ممکنه متعلق به یک مکان باشه، امکان اشتباه و حتی سوء استفاده دشمن رو بالا می‌بره. چرا که بارها دیدیم که عناصر دشمن صحت و زمان فیلم‌های ارسالی رو زیر علامت سوال می‌بردند. بنابراین مهمترین موضوع اینه که همیشه در زمان فیلم برداری حتما سه نکته رو روی فیلم قید کنید یا روی کاغذ بنویسید و جلوی دوربین بگیرید. میتونید به جای نوشتن همونجا موقع فیلم برداری همین سه موضوع رو بیان کنید. اول اسم شهر، دوم اسم محله و مهمتر از همه روز و تاریخ ثبت تصویر. اینطوری دهن همه عناصر سایبری نظام هم بسته میشه. اینجا لاریجان میدون خزر. اگر چنانچه با کندی خط نت مواجه بودید و امکان ارسال فیلم وجود نداشت، در قدم اول تلاش کنید فقط یک عکس بفرستید. در چنین شرایطی شما میتونید در همون محل با ارسال یک وایس کوتاه از شعارهایی که در تظاهرات داده میشه صدای مردم رو به گوش دنیا برسونید. برای ارسال خبرهای تکمیلی هم میتونید از همین شیوه استفاده کنید، یعنی گزارش صحنه رو به صورت وایس بفرستید و اطمینان داشته باشید که ما برای حفظ امنیت شما صداتون رو تغییر میدیم. عزیزان، شهر ایزه کاملا به دست بختیاریا تسخیر شد. ممکنه در موقعیتی قرار بگیرید که امکان فیلمبرداری آشکار نداشته باشید. در این صورت میتونید از اپلیکیشن فیلمبرداری مخفی یا سیکرت ویدیو ریکوردر استفاده کنید. این اپلیکیشن به شما این امکان رو میده که در زمان فیلمبرداری اسکرین گوشی رو خاموش کنید. درسته که مهمترین چیز ارسال سریع فیلم ها و خبر هاست، اما از اون مهمتر امنیت و آرامش شماست. اصلا نیاز نیست که فیلم ها رو از توی صحنه به صورت مستقیم برای ما ارسال کنید. شما میتونید از صحنه تظاهرات فیلم ها رو برای یک کانال امن یا دوستی در منزل بفرستید و بعد اون دوستتون با خیال راحت از داخل منزل فیلم ها رو برای کانال های حامی قیام ارسال کنه. ممکنه در شرایط خطیری قرار بگیرید که امکان فیلم برداری نداشته باشید. در این صورت فقط کافیه گوشی رو روی ضبط بذارید و بعد هم اون رو در جیبتون پنهان کنید. خیلی وقتها صدایی که از صحنه ضبط میشه حاوی اطلاعات با ارزشیه که میشه از روی اون خیلی خبرها رو منتقل کرد و برای کسانی که میخوان صحت خبرها رو تدقیق کنند همین صدای صحنه هم غنیمته. برای داشتن یک تصویر خوب و مستند حتما نیاز نیست که به صحنه نزدیک بشید. خیلی وقتا از جای دورتر میشه تصویر بهتری گرفت. یعنی شما میتونید اول در میان جمعیت فقط صدا رو ضبط کنید و بعد از بالای پشت بام یا از پنجره منزل به تصویر برداری بپردازید. در این صورت هم اطلاعات صحنه رو دارید و هم یک تصویر خوب از صحنه رو. یک راهکار دیگه فیلم برداری از تجمعات مردم از داخل ماشینه که در این صورت میتونید بدون شناسایی شدن توسط ماموران حکومتی تصویری از صحنه بگیرید و روش همزمان گزارش خودتون از صحنه رو هم بدید. اینجا کرج ساعت 8:30. به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر در زمان فیلم برداری گوشی رو به صورت افقی بگیرید، برای پخش در شبکه‌های تلویزیونی بیشتر قابل استفاده خواهد بود، چون همه میدونن که پلاسماهای امروزی معمولاً افقی هستند. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم با به کار بستن این توصیه‌ها بتونیم تصویر و صدای مردم ایران رو به گوش دنیا برسونیم و در جنگ تبلیغاتی از حکومت سرکوبگر و سانسورچی ولایت پیشی بگیریم.